1083 به گوشم. شنیدم اطاعت. اطاعت میشه قربان.
کردی؟ چرا فرار میکنی؟ آدم کشتی؟ گوش کن دختر، تو زیاد ور میزنی، بهتره بگیری بخوابی. سعی کن دیوونگی به سرت نزنه و ایلا دیوونگی وسط میگم که تا دنیا دنیاست بیدار نشی. چیه؟ اومدم. نمیذارن آدم یه چرت بخوابه. آخه این وقت شب چه خبره؟ یه نفر فرار کرده. مواظب باش اشتباه نکنی. منو فرار بکش و سرت بکی بخواب. کسی نباید بفهمه که من اینجام. بخواب. بهتره یه نگاهی بکنم. انشالله که اینطور نیست. نه، راحت خوابیده. خیلی متشکرم. اگه احیانا چیزی دیدین فورا پلیس در بیارید. به نزدیکترین پاسگاه پلیس اطلاع دهند. مشخصات قاچاقچی فراری و تبهکار را به خاطر بسپارید. نام چنگیز، قد متوسط 28 ساله. برین گفشین من میدونستم تو چه جونوری هستی، برای همین به این روز انداختمت، ولی هنوزم دست از زبون درازی ور نداشتیم. من هنوز ندیدمش. برید گمشید بگیرنش. رسید اینجا بهش بگو برای دستبوسی رئیس خدمت برسه. زمنان خیلی هم از تو خوشم میاد. بریم. Yeah.
چرخ فرجا نشستی؟ از لطف دوستانت به این روز افتادم. من میدونستم این شرکت که باشون کار میکنی باید آدمای عوضی باشن. چند بار گفتم گرفتاریتو با پلیس در میون بذار، ولی تو اصلا گوش ندادی. بالاخره به حسابشون میرسم. صحبت رو تو خودت هم دست کمی از اونا نداری، ولی همین که از تو متنفرم. بهتره تو هم بری قاطی همون کسافتا، شاید اونو منو راحت بزنن. احتیاج به کمک تو هم ندارم. بهتر از گرسنگی بمیرم تا با این حیوانا رو برو بشم. میدونی هر وقت به این پاهم نگاه میکنم شدت علاقم به تو زیاد میشه. واسه اینکه این تنها لطفیه که در سایه برادر مهربونی چون تو نصیبم شده. دیگه من تنها بذار. ببین برادر، اعلام کن، بهتر خودت منو بکشی، چون دوستای عزیزت تا من زنده هستم تو رو تحقیر میکنم. ناراحت نباش برادر، اینطوری هم نمیمونه. درسته که من یه کمی دست و بالم به خاطر تو بسته شده، ولی بالاخره درست میشه. خب برو پلوش، اومده بودم تو رو میخواستم. در ضمن یه محبتی هم به من کرد. چیکار کردید؟ هیچی رئیس، وظیفمونو انجام دادیم. یک بلایی به سرش آوردیم که به محض رسیدن برای دستبوسی شما خدمت میرسه. خوبه، باید خیلی مواظب باشید، چون این دفعه با گذشته خیلی فرق داره. خیالتون تخت تخت باشه رئیس. خب من فعلا میرم تو راه رو تا اولین کسی باشم که بهش خیر مقدم میگم. آزب باشید، چنگیز نفهمه. فهمیدین بچه ها؟ با اجازه. بخور عزیزم، ناراحت نباش، الان پیداش میشه. داره از کاراتون حالم به هم میخوره. تصمیم بگیری به این تلفن جواب بده. گوش کن چنگیز، با پلیس همکاری کن، انتقام خودت از این نارکس رو بگیر. نه برادر، من نمیتونم، مجبورم حرفاشونو گوش بدم. نه چنگیز، خواهش میکنم برادر، اگه به خاطر من دلت بسوزه هر دومون از بین رفتی. نزد. خب چنگیز، امیدوارم که دیگه عاقل شده باشید. یادم رفت چی بهت میگفتم. من باید چی کار کنم؟ یه کار کوچیک. یعنی آدم با کشان؟ ما
باریکلا هنوز هوش حواست سر جاشه. یکی رو کور خوندی. سابقا هر کاری بوده کردم، ولی هیچ کس نمیتونه منو مجبور کنه که آدم بکشم. تو مجبوری قبول کنی، مثل این که خیلی به خودت اطمینان داری. آره جونم، ببینم، تو یه صورت خوشگل با 50,000 تومان پول نقد و یک همسفر خوشگلو میخوای؟ یا ناراحتی خودتو مردن برادرتو؟ کدومشونو؟ تا نکشتم دهن کثیفتو ببند. چنگیز، عاقل باش. البته اگه به زندگی برادرت علاقه داری، قبول میکنی. باشه، قبول میکنم. عزیزم، برو همسفرشو بگو بیا. باشه. درست گوشاتو واز کن ببین چی میگم. من به خاطر برادرم تن به این کار میدم، ولی اگه یه مو از سرش کم بشه نمیتونم بگم چی به روزتون میارم. البته اون کسی رو که باید بکشی آدم درستی نیست. اون همون کسیه که کامیونی که تو باش به تهران میامدی لو داد. همسفر خوشگلیه، میدونم ازش خوشت میاد. بهش بگو باید چیکار کنی. من باید شخصی رو که قراره تو بکشی بهت نشون بدم، چون اونو من میشناسم. در ضمن دکتری که قراره صورت تو عمل پلاستیک بکنه در ویلای شخصی خودش منتظر ماست. خب، مثل این که دیگه با من کاری نداری. فراموش نکن که برادرت دست منه. آژیر نشنیدی؟ چرا؟ ولی فکر نمی کردم به خاطر من باشه. آخه من خلافی نکردم. چرا نمره عقب اتومبیل افتاده؟ امروز تو راه افتاد. به اولین تعمیرگاه که برسم میدم نصبش کنم. حتما این کارو بکنی چون خلافه. مطمئن باشین جناب سروان. ببخشید خانم، مثل اینکه شما دو نفر بودید. به نظرم یه آقای بغل دستتون نشسته بود. آقا؟ نه، کسی پلو من ننشسته بود. من تنها هستم. عجیبه، ولی اینطوری به نظرم اومد. والا تا اونجایی که من میدونم تنها مسافرت میکنه. بسیار خوب، خواهش میکنم کمی احتیاط کنید. خداحافظ. خداحافظ.
ماشینی را گرفت. در زن مشکوک شده بود. اصرار داشت که تو ماشین دو نفر بودن. پس عجله کن، باید از این محل دور بشی. جمشید میاییم. خیلی وقته که منتظرتون بودم. کم کم داشتم دلواپس میشدم. اومدن شما رو از پنجره دیدم. پس دوستتون کجاست؟ اینجاست. مطمئنی که کسی اینجا نیست؟ کاملا. متاسفانه باید بعد از عمل از اتومبیل شما استفاده کنم. اشکالی نداره. اشتباه نکنی و الا خدمتی رو که پلیس باید در حقت بکنه من انجام میدم. میفهمی؟ بله بله. دیگه مواظبش باش. شروع کن. دیگه به کلی خوب میشه. در این مدت خودم باید برای پانسمان بیام. میدونین کجا باید بیام؟ بله، هتل صحرا، اتاق 21. شیر دستشویی اتاق شماره 15 احتیاج به تعمیر. زود درست کنید. ضمناً اتاق شماره 17 مسافرش رفته. سلام خانم. سلام. زودتر بفرستن نظافت بکنم. فرموشی داشتم. کلید اتاق 21 قبلا رزرو شده. بله بله درسته. بفرمایید. متشکرم. لطفا میفرمایید اون صندوق از تو ماشین بیارن تو اتاق من. خیلی متشکر میشم اگه با اطلاع قبلی برای نظافت به اتاقم بیارن. چشم خانم. ایبا سهلا، ایبا
خانم جون تو نواتی چقدر با چرچرت کم التفاتی. خفه شو. چشم. بیشور اکبری. سنگینه به ما میفته. بگیره با چقدر سنگینه. یواش یواش به برد پلا باش. سلام خانم. سلام جونم. من سلام بیر میشم. حال تو خوبه خانم؟ خیلی بار تو سنگینه. برو بگیره با ماشین به در نگیره. مواظب باش از خط. برو برو برو. سای جبره به طرف بالا بذاری لطفا. حیبه چشم بزن اینجا. مواظب باشی خانم. خیالتون راحت باشه. ما سبروز کارم دیگه. خب خانم جون فرمایشتی نداریم دیگه. نه جونم مرسی. از اون جریان بفرمایی. این مال شما. پس حق ما چیه؟ مال شما. خدا برکت. مال من. اینم مال من. قربون دست برکت. دیگه کاری ندارم. خواهش میکنم. خداحافظ. خب خانم جون دیگه خداحافظ. خداحافظ. متشکرم. من باشه هیچ اتفاقی پیش نمیاد. میدونی با اینکه قیافت خیلی خشن به نظر میاد ولی نمیدونم چرا آدم حس میکنه میتونه بهت اطمینان کنه. برای همینه که میخوام بدونم که تو چرا برخلاف عقیدت با جمشید و دار و دستش همکاری میکنی. من فعلا تو زندگی درست شبیه قایق تنهایی هستم که معلوم نیست امواج آب اونو به کجا میبره. من اصلا روی پای خودم نیستم، بلکه یه سری حوادثی که منو به حرکت در میاره. ببینم چطور شد که اونا تو رو برای کاراشون انتخاب کردن؟ الان برات میگم. من به عنوان راننده در یک شرکت تجارتی استخدام شدم. اول وضع خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه وقتی یه روز از جنوب به تهران برمیگشتم از نوع تحویل گرفتن بار برام یقین حاصل شد که اجناس کامیون قاچاقه. به همین دلیل سعی کردم در اولین فرصت با رئیس شرکت تماس بگیرم. بالاخره بهش تلفن زدم و اون تهدیدم کرد که اگه سلام در بیاد برادرم کشته میشه. الو من چنگیزم. این اجناسی که تو کامیونه همش قاچاقه. من کامیونه همینجا ولش میکنم. میتونین یه نفر رو بفرستین بیاره؟ نامردا با برادرم چی کار دارین؟ باید قول بدین که با اون کاری نداشته باشین. در این صورت کامیونه میارم اما دیگه با شما کاری ندارم. خواهش میکنم هر چه زودتر فکر یه نفر دیگه باشین. کلی از جنسای ما رو لو زده. ما
هم اومدیم با تو تصویه حساب کنیم. مگه اینترنت باشه؟ هیچ کاراتی نمیتونی بکنی. گفتم دارشین چطوره؟ حالش خوبه دکتر، ولی حال من هیچ تعریفی نداره، وضعم خرابه. چطور دکتر؟ خوب دیگه. صبر کن دکتر، بقیهش خودم واسه میکنم. گیتر اون آینه رو برام بیار. آینه رو بهش بده خودشو ببینه. چند دفعه که من به اینجا اومدم یه نفر مرتب منو تعقیب میکرد. بعید نیست که پلیس باشه. پلیس؟ بیرن تو اطاعت قربان. بفرمایید تو آقا. سلام قربان. سلام. رد پای چنگیز تا همین جاها داشتم، فکر میکنم از همین جاده به طرف جنوب رفته باشه. طبق دستور ما مراقب اوضاع هستیم و تمام وسایل نقلیه رو تحت کنترل داریم قربان. تنها وسیله ای که ما رو به دستگیری چنگیز زودتر میرسونه وجود زنی که همراه اون سفر میکرده. معذرت میخوام، فرمودید یک زن؟ مثل اینکه چیزی میخواستید بگید. همینطوره.
طبق اطلاعی که مامورین به ما دادن، چند روز پیش اتومبیلی که شماره عقب نداشته تحت تعقیب قرار گرفته. اول مشاهده شده که دو نفر در اتومبیل بودن، ولی وقتی بهشون دستور توقف داده شده یک نفر بیشتر نبوده. تنها اتومبیل مشکوک همین بوده. بدون شک به فرار چنگیز ارتباط داره. در ضمن خواستم به اطلاعتون برسونم که دیشب در موتل صحرا قتلی اتفاق افتاده که از طرف مقامات مربوطه مورد تعقیب قرار گرفته. شخصی که دیشب کشته شد برای چی اینجا رفت آمد میکرد؟ نمیدونم قربان، ولی همیشه به اتاق شماره 21. جسد کجاست؟ جسد بردم پزشکی قانونی. ببینم مسافر اتاق 21 کی بود؟ خانم تنهایی بود. این نبود؟ چرا؟ خودشه. مطمئنی؟ بله خودشه. کسی با این قیافه باش نبود؟ نه قربان. من این شخص رو تا بال ندیدم و نمیشناسم. گفتی اون خانم کی از اینجا خارج شد؟ دیشب. کلید اتاق 21 رو برای بازی لطف بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. میونه خوبی نداره. منم فکر کردم با این کار خدمتی انجام بدم. عجب خدمتی انجام دادی. پس اسرائیل ما باز همین طرف ها باشه. همینطور قربون. ولی زنگولی به پشت بستنن. هر جا میره همه از صداش بیدار میشه. درست حرف بزن. منظورت چیه؟ خلیل میگفت اون بازنی به این ماموریت اومده که شما خیلی خوب اونو میشناسین. اسمش هم گیتا. چی؟ گیتا؟ آره قربون. غیر ممکنه. فعلا که ممکنه. خلاصه قربون هر جا دختر باشه اونم همون دوره برای مثل که یه زن دارم یاد اینجا. خودشه گیتا هست. اسرائیلمونم پیدا شد. برو به بچه ها بگو کاملا مواظب باشن. آده چش سلام شاهی. سلام گیتا. سلام. خوشحالم که دوباره میبینم. منم همینطور. حالت چطوره؟ خوب هستی؟ خیلی متشکرم. چه عجب یاد ما کردی. ببینم تنها هستی؟ آره چطور مگی؟ هیچی، فقط سوال کردم. تو که خودت میدونی من هر وقت بخوام استراحت کنم میام اینجا. برای اینکه خاطره خیلی خوبی از اینجا دارم. زندان اصلا بدم نمیاد. فردا میخوام برم شکار. شکار مرغابی. کجا؟ توی مرده. ولی آخه دیگه چیه؟ فردا نزدیکای ظهر منتظری تا. خیلی خوب باشه. حتما بیا، یه شکار خیلی خوبی داری. خیلی خوب. یادت نره. خدافظ. نکنه فراموش کنی شاهین. خدافظ. نه مطمئن باش. خدافظ. خدافظ. یه آشی واسط بپزم که یه وجب روغن روش باشه. فردا ظهر میارمش تو مرده. خیلی خوب.
گوش کن ببین چی میگم. وقتی که صدای آواز منو شنیدی بدون که حریف تو چنگ ماست، اون وقت تو هم میای جلو و اینطوری اونو میکشی. متاسفانه همینطوره. راستش با اینکه من غالبا از این کار راضی نیستم، ولی به خاطر موقعیتی که تو داری حاضرم بهت کمک کنم. من به خاطر نجات برادرم مجبورم دست به هر کاری بزنم، حتی اگه وادارم کنن که آدم بکشم. مردگی نزن، بیا با هم یه فاتحه واسه رفیقت بخوریم. متاسفم که نقشتون نگرفت. چنگی شلیک کردم، تیرم بهش خورد ولی نفهمیدم کجا رفت. باز همین دور و برا باشی. دیورزه. خیلی خوب، تو از اون طرف رو، منم از این طرف میرم. اگه گیرش آوردی یه تیر هوایی شلیک کن، نباید بذاری باش چنگمون فرار کنه. فهمیدی چی گفتم؟ حالا بودو بینم.
اسلحه‌تو بندازم. حالا برگرد، چون عادت ندارم کسی را از پشت بزنم. اینو یادت میاد؟ چیزی نیست عجیب. پس صورت چی؟ جرایی پلاستیک. این یارو کچله رو باید تحویل پلیس بدیم. باشه. ببین دختر، اون دوستی که میگفتم اینه. گفتی دوستی؟ آره، بریم وسط بجام. ببینم شاید کابینو تو لو دادی. آره، چطور مگه؟ برای اینکه رانندش من بودم. متاسفم. بازم یکی طلب تو. زخمی شدی؟ آه، مهم نیست، سطحیه. بزن بریم. بریم. خبرم میرسه داریم کسایی رو که ما رو در جریان بگذارن. راستی یادم اومد، مثل این که یه خورده حسابی با چنگیز داری. منتظرم لب فر کنی تا حسابشو برسم. مطمئن باش که هیچ کس نمیفهمه. خیلی خوب، پس حالا وقتش رسیده، برو رزه رو بکش. میدونه چیه شایی؟ جون رزه الان در خطره. به هر قیمتی که شده باید نجاتش بدم. قول میدم تا اونجایی که قدرت دارم به تو کمک کنم. زیاد فکرشو نکن. راستی میدونی شاهین امشب به خاطر تو یه مهمونی ترتیب داده. تو رفیق خوبی هستی، ازت متشکرم، ولی برای رضا خیلی دارم شور میزنه. ناراحتم. همونطوری که گفتی، من برای فردا بلیط قطار گرفتم. زودتر از این وسیله گیرمون نمیاد. بهتره گیتا اینجا باشه. فعلا بریم یه سری به کارگرا بزنیم. پس منم برم براتون قهوه درست کنم. خیلی خوب، ماشی جون برو. پول قایقی که دیروز به جزیره رفته بود. خیلی خوب، بیا اینا مال خودت. قربون دستم، با من دیگه کاری نداریم. نه، میتونی بری. ممکنه فردا هم برای قایق خدمتتون برسم. باشه، اشکالی نداره. با رفتیم، خدا بریم. مثل اینکه کارت زیاد شاهی، نه؟ آره زیاده، ولی خب در عوض پولش حلاله. پلیس بهتره که تو بری. سلام قربان. سلام شاری، حالت چطوره؟ متشکرم. حس میکنم اشکالی پیش اومده، چیکار میتونم براتون بکنم؟
طبق معمول فکر کردم بیام پهلوی تو و از تو یه سوالاتی بکنم. خب موضوع چیه؟ قتل یا قاچاق؟ تقریبا هر دوش. پس گرفتاریتون خیلی زیاده. بفرمایید که من باید چیکار بکنم. بیا این عکسا رو نگاه کن. اونا رو میشناسی؟ صبر کن ببینم. قیافشون خیلی آشناست. تو فیلم بازی نمی کنن؟ خوشمزگی نکنی. در صورت اگه این دو نفر این طرف ها دیدین منو در جریان بذارین. اینم بدونین که پلیس کمک شما رو در نظر داره. خیلی متشکرم. من همیشه شرمنده لطف شما بوده و هستم. خواهش میکنم. مرمت سوزی. خدا بزن. خدا. متوجه که نشد؟ نه نذاشتم بفهمه. خب چی میگفت؟ هیچی، دنبال دوتا فراری میگشت. گوش کن چنگیز، من از وقتی که دیگه با جمشید و دار و دستاش همکاری نمی کنم اونا میخوان به هر وسیله‌ای شده منو نابود کنن. منم از این به بعد هر کاری از دستم بر بیاد به نفع پلیس انجام میدم. امیدوارم موفق بشی. خودتو ناراحت نکن. خب نگفتی اون دوتا فراری کیا بودن؟ تو گیتار. پس چطور نگفتی که فهمیدم؟ آخه من به تو خیلی مدیونم، در مورد تو نمیتونم همچی کاری بکنم. در هر صورت خیلی باید احتیاط کنی. از این به بعد تو نباید با گیتار هیچ جا آفتابی بشی. با این اتفاقی که پیش اومده چطور میشه اونو قانع کرد که تو خونه بشینه؟ بریم، اون با من، براش جای امنی در نظر میگیرم. جونو من چی میخواین؟ برین گمشین. نه ترس جونم، میخوام یه کاری بکنم که خیلی راحت بری اون دنیا. در این صورت چنگیزم تو رو میفرسته پهلوی ما. ممکنه. پدرم رو وادار میکنم از تو حمایت کنه. اول اون مخالفت میکنه ولی من دست بر رو نیستم. اینقدر سماجت میکنم تا اینکه خاضی میشه. خب حالا پدرم اون علاقهی که به من داره با این کار موافقت میکنه، ولی حالا تو قول میدی که با من بیایی و برای همیشه با من باشی؟ ها؟ قول میدی؟ قول میدم. باور نمی کنم این دفعه دیگه گفتم قول میدم. پس قول شد.
سرنوشت من بستگی داره. میخوام بهش مژده بدم چنگیز ما موفق میشه. دارم درستش میکنم قربان. من وقت چی را واردی؟ چیزی نمونده الان تمام میشه. زودتر قالب کم برا. اطاعت. من قصد مبارزهی با تو رو نداشتم، باور کن چنگیز.
مرا نکش. راجع به برادرت من اخبار شدم. جمشید منو وادار کرد که برادرتو به اون روز بندازم. مرا نکش. هرچی بگی گوش میدم. به پات میافتم. جلوی پات زانو میزنم. چنگیز به اون که منو نمیکشی. چنگیز منو نکش. یگانه امید منو از من گرفتی. حالا توقع داری که کاری نداشته باشم؟ جمشیدتون الان کجا هستم؟ کلو من گفتم ازت خوشم اومده. من چه میدونم جمشید کجا؟ منم چه گفتم ازت خوشم اومده. بلند شو حرف بزن عزیزم، ممکنه دیگه فرصتی پیدا نکنی. حرف بزن. باور کن نمیدونم، نمیدونم الان اون کجاست، نمیدونم. حرف میزنی عزیزم یا به حرفت بیارم؟ میگه جمشید جونت کجاست؟ ما با هم اینجا قرار داریم، الان هر جا باشه پیداش میشه. برشو خوابر و سکه قشنگ، من پشت اون پاراوا منتظر میشم. اگه صدا در بیاد یه سوراخ کوچولو رو این سینه مامانیت میذارم. شیر فهم شدی؟ آره. جاله جاله یادت نره؟ نه. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ خوبی؟ عزیزم گفتم حالت چطوره؟ عزیزم آخه حالی که وقت این کارا نیست. آه چرا نیست؟ همه رو دست به سر کردم رفتم. تحقیقات پلیس برای کشتن رضا شروع شده. تا بخوان بفهمن ما از اینجا کلی دور شدیم. چی عزیزم؟ چرا اینقدر نگرانی؟ اینکه آقا دنبال من میگشتن. من اینجا؟ تو شانس خودتو امتحان کردی، حالا نوبت منه، میخوام موزیکال بکشمت. من نمیخوام بمیرم، هرچی بخوای بهت میدم.
پور، پوری که یک عمر میتونی باش خوش باشی. چک میکشم هر چقدر دلت بخواد. چک چنگیز، خواهش میکنم، خواهش میکنم منو نکش چنگیز. ولی آخه چرا به من نگفتی؟ خیلی نگران بودم، فکر کردم پلیس دستگیرت کرده. به هر صورت خیلی خوشحالم که تو رو میبینم. با پدرت حرف زدی؟ آخه قبول نمیکرد، ولی من تهدیدش کردم و گفتم خودم رو میکشم. چنگیز، ما زندگی خوب رو با هم شروع میکنیم. خیلی چیزاست که الان نمیتونم بهت بگم. متشکرم. این ساک چیه؟ این لباس اونیفرم کارخونه کشتی. تو با این میتونی بیای تو کشتی. ما امروز ساعت 4 از اینجا میریم. ببین چنگیز، من به تو احتیاج دارم، خواهش میکنم بیا. من الان باید برم، یه کاری دارم و زود برمیگردم. دیگه چیزی به حرکتی کشتی باقی نمونده. مجبورم، حتما باید برم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم از تو جدا بشم. آخه یه فکری بکن، یه کاری بکن، نمیشه حال نقیم. بهت چه گفتم نمیشه. من خیلی دلم شور میزنه، حس میکنم که میخواد اتفاقی بیفته. چند دفعه بهت بگم من یه کاری دارم، زود برمیگردم. مواظب باش، خواهش میکنم، احتیاط بکن. باشه، بهت قول میدم که زود برگردم، یه ساعت بیشتر طول نمیکشه. اگه یادت نرفته باشی پلیس فقط منو میشناسه. حالا فهمیدی؟ دختر عاقلی باش، گوشاتم باز کن و هرچی میگم گوش کن. خیلی خوب؟ بهتره تو به من گوش بدی. هر کاری خواستی کردی، حتی اون دختر این مسخره خارجی رو جلو من بوسیدی، اما من به روت نیاوردم. حالا میدونم باش قرار داری از مرز خارج بشی. شاهین همه چیزو برام گفته، ولی من نمیذارم. این دفعه هرچی من میگم باید بکنی. من و تو باید از هم جدا بشیم، هر کدوم به راهی میریم که سرنوشت تعیین کرده. تو اشتباه میکنی، ما در خیلی چیزا مشترکیم.
بهترین راه اینه که خودمونو به پلیس معرفی کنیم و از این در به دری راحت بشیم. من مطمئنم بعد از چند سال زندونی زندگی بهتری رو شروع میکنیم. مگه ما از زندگی چی میخوایم؟ متاسفانه دیگه خیلی دیر شده. من تصمیم خودمو گرفتم. بهتره عاقل باشی. من همه چیزو نمیتونم برات شهر بدم. گفتم که نمیذارم. اگه بخوای بریم میکشمت. گیتم من معذرت میخوام. در حقیقت من تو رو خیلی دوست دارم. بیشتر از اونی که تو تصور کنی. ولی مجبورم که برم. خداحافظ. اگه یه قدم برداری شلیک میکنم. میفهمی؟ شلیک میکنم. کسانی رو که با این خانم تماس میگیرن دستگیر کنیم. شما دنبال چه کسی میگردی؟ چنگیز. چنگیز؟ خود من هستم. بسیار خوب. من تسلیم شدن شما رو گزارش میکنم. فکر میکنم در محکومیت شما تخفیفی قائل بشم. من حاضرم قربان.